اما در کالیفرنیا یک دانشگاه الهیات در جنوب این ایالت آمریکا قصد دارد با ارائه دوره‌های آموزشی کارشناسی ارشد نسل جدیدی از رهبران دینی مسلمان، کلیمی و مسیحی را در کنار یکدیگر آموزش بدهد. گزارش اختصاصی از مونالیزا، خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا در لس آنجلس که برگردان اون را از زبان الکس مرادی می‌شنویم. پیروان سه دین بزرگ سامی در این کلاس با آگاهی نسبت به ریشه های مشترک این سه آیین متون مذهبی را بررسی می کنند. این درس بخشی از دوره کارشناسی ارشد در حوزه رهبری ادیان است که توسط دانشکده الهیات کلیرمانت به علاقمندان ارائه می شود. این نخستین رشته الهیات در نوع خود می باشد که رهبران مذهبی آتی از سه آیین یهودیت، مسیحیت و اسلام را در کنار یکدیگر آموزش می دهد. جری کمبل، پدر روحانی می گوید، این نخستین برنامه آموزش دینی مشترک در جهان است که در حوزه الهیات ارائه می شود. پدر جری کمبل رئیس دانشکده الهیات کلرمانت است، یعنی مؤسسه‌ای که در یک قرن گذشته کشیش‌ها و پژوهشگران متدیست را در آمریکا آموزش داده است. تلاش ما بر یافتن راهی برای آموزش دینی در خدمت ترویج صلح بوده و نه ترویج خشونت و اختلاف. جری کمبل میگوید نخستین اقدام در این مسیر ترکیب دانشجویان رشته الهیات در دوره‌های آموزشی مشترک بود. دانشکده الهیات کلرمانت، آکادمی آیین یهودیت کالیفرنیا و مرکز اسلامی جنوب کالیفرنیا کنسرسیومی تشکیل دادند که هدفشان گسترش تفاهم میان آیین‌های گوناگون است. در مراحل اولیه این طرح دانشجویان دانشکده کلرمانت و آکادمی یهودیت می توانند برای گذراندن دروس مختلف در هر دو مؤسسه ثبت نام کنند. هنوز مرکز اسلامی مجزایی در این دانشگاه راه اندازی نشده است، اما دانشکده کلرمانت قصد دارد یک مرکز آموزش اسلامی برای تعلیم و تربیت رهبران دینی که نخستین مرکز در نوع خود در آمریکا خواهد بود راه اندازی کند. با تکامل بیشتر این مؤسسه امید می‌رود گونه گونی و حضور پیروان ادیانی مانند آیین هندو و بودا در این مرکز تقویت بشود. خاخام مل گاتلیب رئیس آکادمی آیین یهودیت در کالیفرنیا است. احترام به افراد بدون ایجاد ارتباط نزدیک با آنها به ویژه از راه تحصیل و آشنایی با افکارشان میسر نخواهد شد. باید با سنت‌های آنها آشنا شد و پیش‌داوری‌ها را به دور ریخت. این دوره‌های آموزشی برای جامعه مسلمان کالیفرنیا بسیار جالب خواهد بود. جهاد ترک مدیر روابط عمومی مرکز اسلامی جنوب کالیفرنیا است. The Muslim community has the most to gain from this university project because Muslim Americans are the most misunderstood. این پروژه بیشترین نفع را برای جامعه مسلمان آمریکا خواهد داشت، زیرا سوء تفاهم‌های زیادی در مورد ما وجود دارد. در نتیجه تمام شرکت کنندگان و جامعه آمریکا به طور کلی از این دوره‌ها سود خواهد برد. آگاهی و دانش بیشتر شاید در کاهش تنش‌های مذهبی میان پیروان ادیان گوناگون در آمریکا و سایر نقاط جهان مؤثر باشد. طرح تأسیس یک مرکز اسلامی در محل حادثه 11 سپتامبر در نیویورک به گفتگوی ملی تبدیل شده و تا حدی هم احساسات ضد اسلامی در این کشور را تهییج کرده است. در ایالت فلوریدا اعلام سوزاندن قرآن توسط یک کشیش مسیحی در سالگرد 11 سپتامبر خشم مسلمانان را در گوشه و کنار جهان برانگیخت. به رغم سوء استفاده های ابزاری از مذاهب، امید می رود این پروژه دانشگاهی عاملی برای التیام تنش های مذهبی و ایجاد اتحاد میان پیروان مذاهب گوناگون باشد. از رهبران ادیان گوناگون برای سخنرانی در این کلاس ها دعوت می شود. مثلا خواهم آن برنر در این کلاس برای دانشجویان سخن می گوید. Like
در چارچوب سنت آدم مثل ماهیه که از آب به دور افتاده. فکر میکنم قدر خیلی چیزها رو نمیدونیم و با کشف راه‌های گوناگون زندگی مسیر خودمون هم هموارتر خواهد شد. امبریس ستیتن دانشجوی سال دوم میگوید این پروژه نماد گونه‌گونی و کثرت‌گرایی جامعه آمریکاست. Interfaith, multi-religious, diverse, whatever word you use, that's the world we live in. حالا هر چی اسمشو میخوای بذاری. در اون مذهبی، چند مذهبی یا گونه‌گون. این دنیایی است که در آن زندگی میکنیم و برای راحت زیستن در این چارچوب باید آماده بود. دانیا رمضان در این کلاس ها شرکت دارد و میگوید با تمام دروس دیگر متفاوت است. دانشجوها افکار دینیشون رو تو کلاس مطرح میکنن. این کار به شناخت واقعی آدم در مورد اونها بسیار کمک میکنه. کشیش کمبل میگوید به رغم سختی های پیش رو طی این مسیر برای همه ما مفید است. وظایف و چالش‌های ما در این مسیر مشخص است، اما پیشرفت در تاریخ بشریت تنها با درک اشتباهاتمان و کشف راه‌های بهتر بودن میسر خواهد شد. کشیش کمبل و همکارانش امیدوارند این طرح دانشگاهی بتواند در تقویت ایمان شخصی افراد از راه احترام متقابل به یکدیگر مؤثر باشد و جامعه آمریکا را هم نیرومندتر سازد. گزارش بخش فارسی صدای آمریکا.